و این صدا و تصویر آپادانا میتونه اون نقش رو آبرومندانه با تعهد اجراش کنه. بنابراین این پولها رو شما و این کمک‌ها رو به تلویزیون آپادانا مستمر بکنید. ما هر ماه 15,000 داریم، مگه اینکه آگهیامون تحولی درش پیدا بشه. ما فعلا اینی که ما 15,000 دلار عقب هستیم و امشب این رقم رسیده به 11,660 دلار، که دلم میخواست که یه جوری شما این 1660 دلار امشب روندش میکردیم تا بریم به اینجا. دلم نمیخواست، میخواستم زودتر تموم بشه که ما دیگه صحبت پول نکنیم حداقل این ماه رو، ولی که خب این کار داره به آهستگی پیش میره. خواهش میکنم که این کارو بکنید. اولا اینجا بذارید من زودتر به کارام برسم، به خبرها برسیم، به مطالب برسیم. و این یاز این یک شیرزن، یک شیرمرد پیدا بشه که این رقم رو یک کارش بکنه و بتونیم که با خیال راحت تر به کارا بپردازیم. خیلی خوب، من میگم که جانم قوری رو قوری خانم طوفان از میگن که بگید قوری چی بوده. خانم طوفان از کانادا قرار شده که برام یه قوری بفرستن، قوری سفیده و روش شیر خورشید طلایی با طلای آب طلای 18 عیار برجسته چاپ شده. و دیشب این قوری رو گذاشتیم برای فروش و دو تا نهاییاش اینا بودن. آقای سعید سکوی از تلویزیون آریامر 200 دلار و بعدش آقای مهاجرانی، آقای اسقر مهاجرانی در شمال کالیفرنیا 250 دلار بابت این قوری دادن، ولی گفتیم که بیشترین پول رو میخوان. بنابراین کسایی که پول بیشتری بدن میتونن این قوری رو بگیرن. قوری رو خود منم ندیدم، نگید عکسش کجاست. خانم طوفان گفته قراره برای ما بفرسته یه قوری طلایی سفید، معذرت بخوام، که روش شیر خورشید طلا و طلای اصله، اینطور که خانم طوفان گفتن طلای 18 عیار واقعیه که روش حک شده به طور برجسته. قشنگه، خیلی قشنگه. بنابراین شما 250 دلار الان قیمت دارن. کسایی که بیشتر، خب الان البته مثلا علی آقا 500 دلار داده، حمید آقا 250 دلار، ولی اونا نمیگیرن چون اصلا یادم نبود اون قوری رو. از حالا قیمت بالایی که دارم 250 دلار، هر کی بیشتر بده این قوری رو بهش میدیم. بنابراین زنگ بزنم ببینم که رقم‌ها چیه. کسی هست که بیشتر از اینها این قوری رو بخواد یا نه؟ قوری رو ندیده واسه بخرید، پس گرفتنی هم نیست، چون همه اینا در واقع حرکات سمبولیکه برای این فان ریزینگی که ما داریم که بتونیم پول این ماه رو ما جور کنیم. خیلی خب، من دلم می‌خواست که زودتر اینو بدیم و زودتر برسم به برنامه. یعنی اینم برنامه است، اگه این نباشه اصلا برنامه وجود نداره، اصلا هیچی وجود نداره. ما گنجش روزی هستیم، ولی که مطمئن باشید که کارهای بزرگی رو تا حالا کردیم و بازم میکنیم و هیچ حراسی از این چیزی که در آینده در پیش است اصلا نداریم. حراس عظمت وقوع یک حرکت باور نکردنی است که ملت ایران برای همیشه از این حالت به حالت دیگه میرسونه، از حالتی که من ایمان دارم و شما به من ایمان بیارید به این حرفی که دارم میزنم. یک سال نیم پیش بهتون گفتم خاتمی داره توطئه میکنه، گفتم اسمش چی؟ انقلاب، کودتای سفید، کودتای سفید خاتمی و رفسنجانی گفتم. امروز فرمانده سپاه پاسداران میگه که خاتمی برنامه‌اش این بود که هر جمهوری که سر کار بیاد منظورش موسویه، با او در واقع ولایت فقیه رو جارو بکنه. اینه فرمانده کل سپاه پاسداران میگه. پس بنابراین اگه حرف من یک سال پیش گفتم و هیچکی نمیدونسته، امروز فرمانده سپاه پاسداران میگه، پس الان که دارم میگم انقلاب اتفاق میفته و این حکومت میره، شما نتیجهش چند ماه دیگه یا چند سال دیگه خواهید دید. دلم نمیخواد بگم چند سال دیگه ها، ولی که بستگی داره به همت شما، نه برای تلویزیون آپادانا همت چقدر میکنید پول میدید، همت شما که چقدر از صحنه هستید
و این تلویزیون آپارتمان سالن تمرینه، آمادگی سالن تمرین و آمادگی برای این مبارزه، و آماده بشیم برای این که این دفعه دیگه انقلابمون از دستمون ندوزن، چون خودمون زحمت چی کشیدیم. آقای حمید 250 دلار اضافه کردن، گفتن که این چه 500 دلار برای خوری. آقای حمید 250، آره دیگه، در آقای حمید گرمه. آقا حمید 250 دلار دیگه اضافه کردن، میشه 500 دلار برای خوری. پس تا اینجا 500 داریم. آقا بذار خوری ما با آقا حمید بدیم، نظرتون چیه؟ بذارید که این آقا حمید رو، اگر خیلی سعیش آقا حمید آرده دیگه 50 دلار هم دادن. خیلی خب، بذارید که چند پیام بازرگانی ببینیم و برگردیم من بپردازم به برنامه ها و خبرها و مطالبی که امروز در ایران اتفاق افتاده، که همش خبرهای خوشه برای شما، خبرهای خوش به خوشی سلامت شما، به خوشی سلامت حرکت مملکت ما. از دستشون در رفته خانم آقایان، حکومت از دست جمهوری اسلامی در رفته، این تاج ولایت فقیه رو زمین افتاده. باید ما بلند شیم این تاج بگیریم لهش کنیم، نابودش کنیم. این تاج، این عمامه ولایت فقیه بی صاحب رو زمین افتاده. ما ارگانیزیشن میخوام، تشکیلات میخوام، سازمان میخوام که این عمامه افتاده شده تیکتکش کنیم، نابودش کنیم. افتاده روزه، صاحب نداره، باور بفرمایید صاحب نداره. چطور میشه در حکومت جمهوری اسلامی بگن که خاتمی، موسوی، کروبی و مهدی هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی، همه اینا ضد انقلاب، علیه ولی فقیه و علیه قانون اساسی، علیه نظام و علیه رهبر هستن؟ آقا این فرمانده کل سپاه پاسداران میگه. فقط تنها چیزی که نیاوردن تو ماجرا هاشمی رفسنجانی، پسرش رو بردن، چون اگه اونو بیارن که دیگه تمومه. شما دیگه بهتر از این چی میخواید؟ چه اتفاقی واسه تو مملکت میافتاد؟ جمعیت 1 میلیونی نمیخوایم الان. این اتفاقی که افتاده، امروز فرمانده سپاه پاسداران میگه که اینها خائنهای نظام هستن. بذارید من حالا وقت، چون شما دارید پول میدید، بذارید من آگهی رو پخش نکنید، بذارید من یه چیزی خدمت رو عرض کنم. سردار سلشگر عزیز جعفری میگه اصلاح طلبان مخالف انقلاب، اسلام و نظام هستند، و میگه انتخابات تبدیل به یک خطر شده است، چون میخواستن اختیارات رهبر را محدود و او را پاسخگو کنند. فرمانده سپاه پاسداران میگه، سردار جعفری میگه، محمد خاتمی، میرحسین موسوی، وای اسما رو ببینید، خوئینی ها که یه دفعه رهبر در افتاده، زندانش هم رفته، اون تظاهرات دانشی، جنبشی دانشی به خاطر خوئینی ها شد دیگه، و ولایت فقیه خامنه ای اصلا قبول نداشت از اول. خوئینی ها همون چیزی که سفارت آمریکا رو گرفت. ببین بچه های انقلاب هند. انقلاب داره خودش داره میخوره. خوئینی ها رهبر حرکات تسخیر به اصطلاح سفارت آمریکا، الان به عنوان خائن انقلاب خونده شده. فرمانده سپاه پاسداران اسم میبره، میگه من چرا اسم نبرم؟ بعد از این ضربه بزرگ که به حیثیت نظام وارد شده، حتما باید اسم ها گفته شه. یعنی فهمیدن که نظام جمهوری اسلامی حیثیت نداره. شما منتظر چی هستید؟ نگاه کنید، فرمانده سپاه پاسداران که نباید در سیاست دخالت کنه، اوضاع اینقدر وخیم دیدی که اومده خودش وسط واسطه، من میگه آقا من دارم میگم، من با تو طرفم، تو چی کاره ای؟ تو قرار نبود در سیاست باشی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولی اوضاع انقدر وحشتناک و تنگ شده که فرمانده سپاه میاد میگه که من اسم همه رو مجبورم بگم، چون حیثیت نظام رو اینا بردن. پس من یک حکومت که حیثیت نداره وقت زدنشه. میگه محمد خاتمی، موسوی، خوئینی ها، بهزاد نبوی، مهدی هاشمی، ابوالفضل فاتح، مصطفی تاجزاده طراح اختشاشات هستند.